تا دوران ساسانی بنای بنخانه هنوز آبادان و تقریبا دست نخورده مانده بود و قسمت پایین جبهه بیرونی دیوارهایش هموار و نیک تراشیده و جایدار بود و برای کندن کتیبه‌ای مناسب بود. شاپور یکم که زندگی درخشان و پیروزی‌های پرآوازه‌ای داشت بر آن شد که مثل پدران باستانیش سرگذشت کارهایش را بر این بنای کهن جاودانه کند. وی فرمود تا بر سه سوی دیوار برج نقش رستم متنی را در سه زبان کندکاری کند. بر سوی جنوبی متن یونانی در 70 سطر، بر سوی غربی متن پهلوی اشکانی در 30 سطر، بر سوی شرقی متن پهلوی ساسانی در 35 سطر. والتر هنینگ این کتیبه را مهمترین سند تاریخی از دوره ساسانی می داند و او درباره مضمون آن چنین می گوید: کتیبه شاپور با فهرست ایالاتی که به دولت ساسانی تعلق داشته است آغاز می شود و نشان می دهد که شاهنشاهی شاپور بیشتر از آنچه تا کنون تصور می شده وسعت داشته است و پس از آن شاپور درباره جنگ‌هایش با امپراتوری روم در مدت 20 سال اول سلطنت خود شرحی مختصر می‌دهد.